السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين سيد الشهداء، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خب عزیزان بیننده، عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما عزیزان نهایت گرامی. از برنامه حسینیه در خدمت شما خوبان قرار دارم و میتونیم در مورد اهداف قیام و همچنان کسانی که در این قیام نقش پررنگ داشتن صحبت بکنیم. یکی از کسانی که در قیام امام حسین علیه السلام نقش پررنگ داشت حضرت زینب سلام الله علیها است، چنانچه شاعر در مورد نقش حضرت زینب و ای که ما حضرت زینب سلام الله علیها چقدر نهضت امام حسین علیه السلام را جهانی کرد و نهضت امام حسین علیه السلام را به بشر رساند، به کسانی رساند که بعد از امام حسین علیه السلام زندگی میکردند، گفته که سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. واقعا هم که چنین هست، اگر زینب سلام الله علیها نمی بود و حضرت امام زین العابدین علیه السلام نمی بود، کربلا در کربلا میماند و کسی از اهداف قیام امام حسین علیه السلام و ای که در کربلا چه گذشت و امام حسین علیه السلام چرا قیام کرد و هدف از قیامش چه بود، جهانیان آگاه نمی شدن و این حضرت زینب سلام الله علیها بود و امام زین العابدین سلام علیه السلام بود که اهداف قیام امام حسین علیه السلام را جهانی کرد و امروز ما از اهداف قیام امام حسین علیه السلام آگاهیم و 1400 سال پیش ای قیام صورت گرفته و از او زمان تا هنوز در موردش صحبت میشه. و حضرت زینب سلام الله علیها کسی است که در دامان پرمهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و مولای متقیان امام علی علیه السلام تربیت شده و از دامان پرمهر حضرت فاطمه زهرا و مولای من حضرت علی علیه السلام درس زندگی آموخته و همه آنچه که لازم هست از این دو بزرگوار، از مادر و پدر بزرگوارشان آموخته و آماده شده برای که در نهضت امام حسین علیه السلام رسالت عظیم را بر دوش بکشه و انجام بده. و حضرت زینب سلام الله علیها بعد از اینکه در عاشورا امام حسین علیه السلام در کربلا در روز عاشورا به شهادت رسید و جوانان امام حسین اصحاب امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، بعد از او رسالت عظیم حضرت زینب سلام الله علیها شروع شد و حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه و شام در هر فرصتی که به دست می آورد اهداف امام حسین علیه السلام را به درستی بیان می کرد و با خطبه های غرایی که در کوفه و شام انجام داد و در این خطبه ها اهداف امام حسین علیه السلام را بیان کرد، تبلیغ دشمن را خونسا کرد، ای که دشمن قیام امام حسین علیه السلام را، امام حسین علیه السلام را خارجی معرفی کردن و بر ضدش تبلیغات سو می کردن. تبلیغات سوی دشمنان با خطبه های غرای حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت امام زین العابدین علیه السلام خونسا شد و ایگونه بود که حضرت زینب سلام الله علیها قیام امام حسین علیه السلام را جهانی کرد با خطبه های غرا و صحبت هایی که کردن در کوفه و شام، چنانچه صحبت شد چنانچه که حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه و شام صحبت میکرد انگار حضرت علی علیه السلام در کوفه روی منبر نشسته و صحبت میکنه، آنگونه غرا خطبه ایراد میکرد و صحبت میکرد. خب عزیزان بیننده، برنامه حسینیه است روستای مرغز ولسوالی انجیل ثبت شده که تقدیم شما خوبان میشه و بعد از دیدن این مراسم در خدمت شما خوبان خواهم. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. محضر کارک سروران عزیز، حضار گرامی، از صدران محاسن سفیر نسل جوان عزیز، خیر مقدم عرض می کنید، خوش آمدید بر ما منت نهادید و قدم بر دیدگان ما گذاشتید. از همه شما سروران عزیز تمام تشکر و قدردانی رو داریم. موضوعی که در این دقایقی که در خدمت عزیزان هستیم
خدمت عزیزان عرض میکنم. موضوع ما عوامل و رموزی که عاشورای امام حسین و نهضت آن حضرت جاودانه مانده است. چه عوامل و علتی در بقا و جاودان بودن نهضت ابی عبدالله الحسین علیه السلام نقش دارد؟ قیام ابی عبدالله الحسین گرچه در حسب ظاهر در یک مکان محدود و در یک زمان خاصی واقع شده است، اما شعای او امروز در تمام عالم هستی تلعلق می کند. در پنج قاره زمین شما فریاد و لبیک یا حسین رو می شنوید. چه علالی باعث شده که این نهضت انقدر گسترش پیدا کنه و بقا داشته باشه؟ اولین چیزی که از آیات و روایات برمیایه معیشت و مشیت الهی برای تحقق پیدا کرده که این نهضت حفظ بماند. خداوند تبارک و تعالی در قرآن عظیم الشان سوره مبارکه صف، دوستایی که اهل قرآنن، آیه 8: و یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. خداوند تبارک و تعالی اراده کرده است که نور خودش رو کامل کند، تمام کند، ولو در اتمام نور الهی کافران و مشرکین را خوش نیاید. اما از اونجایی که نهضت و قیام امام حسین علیه السلام بر اساس احیای لسان نبوده، بر اساس احیای نژاد نبوده، بر اساس احیای قوم و خیش و مذهب و قبیله و نژاد نبوده، اگر بر این اساس ها می بود یقین بدانید دوام پیدا نمی کرد. ای که دوام پیدا کرده است بر چی اساس بوده؟ یک مشیت الهی برای تحقق کرده است که این نهضت ادامه پیدا کند. دومین عاملی که هست آزادی خواهی و عزتمندی امام حسین علیه السلام است. امروز تمام آزادی خواهان جهان از شرق و غرب، از شمال و جنوب، اونایی که دم از آزادی خواهی میزنن به مولا و مقتدایشان حسین ابن علی علیه السلام اقتدا میکنن. پس دومین عاملی که باعث بقای نهضت امام حسین علیه السلام شده است عزتمندی و آزادی خواهی آن هست. سومین عاملی که باعث شده معنویت در قیام امام حسین علیه السلام، تمام اعمال و رفتار آن حضرت و اصحاب متقینش چه در روز جنگ، چه در شب عاشورا و چه در این هفتم محرم در یک محوریت میچرخید. او هم محوریت خدا، محوریت قرآن، محوریت سنت حسنه نبی مکرم اسلام، برای جهت بقا پیدا کرد. چهارمین ارزش پاسداری از ارزش‌های دینی و الهی. مردم شریف، مردم مسلمان و مؤمن، ارزش چیه و ضد ارزش چیه؟ او چیزایی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن به ما و شما امر کرده، رسول اعظم اسلام به ما امر کردن، صحابه متقین آن حضرت ما رو به او اعمال و رفتار امر کردن، اینا میشه ارزش، اینا میشه فرامین الهی. او چیزهایی که ضد اینا هست میشه ضد ارزش. راستی خوبه اما دروغ بده، عهد وفا خوبه بی وفایی بده، اینا رو میگن ارزش ها و ضد ارزش ها. پنجمین عاملی که باعث شده است نهضت امام حسین علیه السلام باقی بماند
اخلاص آن حضرت است. اخلاص دوستو شاید بفهمن چیه. اخلاص یعنی این که عملی که انجام میدیم بر اساس فقط و فقط رضای خدا باشد. چقدر از ماها در نماز، در روزه، در عبادت و بندگی خدا فقط و فقط نیت ما رضای خداست. خدایا تو چی میپسندی؟ لذا در نهضت امام حسین علیه السلام ای اخلاص موج میزنه. اولین کلامی که میفرماید خواهرش حضرت زینب سلام الله علیها، دعوت الالله، فقط دعوت تو به خاطر خدا بوده. تو آمدی مردم رو به خدا دعوت کنی، آمدی مردم رو به قرآن دعوت کنی، آمدی مردم رو به ارزش‌های فراموش شده اسلام دعوت کنی. وفیت لله، تو برای خدا وفای به عهد کردی، برای خدا. اگر قیام امام حسین علیه السلام بر اساس چوکی و مقام و نژاد و غیره و ظالم می بود، چی نیازی بود که زن و بچه رو با خود بیارن؟ چرا طفل 6 ماهه را آورد؟ برای چی؟ برای اینکه هر چی که در طبق اخلاص داره به خدا تقدیم کنه. اخلاص. ششمین عامل وحدت، وحدت امت اسلامی. پدران محسن سفید، جوانان عزیز، او چیزی که امروز نیاز جامعه اسلامی است وحدت و همبستگی و اخوت و برادری جامعه اسلامی است. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. پیامبر بعد از 23 سال رسالت و 63 سال عمر با برکت حضرت رو کردن به مؤمنین و مسلمین، ایها الناس، ما در قبال 23 سال رسالت از شما اجر و مزد نمون، هیچ اجر و مزدی نمون. امروز اگر یک روحانی، یک مولوی در یک گوشه خدمت کنه، حتما نیاز داره باید مردم یک چیزی برای مایحتاج زندگی رو جمع کنن. اما پیامبر فرمود من هیچی از شما نمیخوام، فقط تنها چیزی که من طبق سفارش خداوند تبارک و تعالی مودت ذل قربا، مودت، مودت غیر از محبت است، مودت به دنبال اطاعت است، پیروی هست. پنجمین و ششمین عاملی که عرض میکنم وجود نازنین نبی مکرم اسلام میفرمایند ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین. خداوند از شهادت امام حسین یک حرارتی در قلوب مؤمنین قرار داده است که تا ابد به سردی نمیگراید، هر روز بر شکوه و عظمت و حرارت او افزوده میشود. این کلام کسی است که خدا در قرآن در موردش میفرماید ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. یعنی پیامبر از روی هوا و هوس چیزی نمیگه، هر چی که میگه وحی الهی است. اما عزیزان من، پدران محسن سفید، نسل جوان عزیز، اگر میخواهی امروز به عنوان عزادار امام حسین علیه السلام، به عنوان شاگرد دانشگاه امام حسین علیه السلام و به عنوان مروج دانشگاه و آرمان امام حسین علیه السلام ثبت بشید، نیازش اینه، ایها الناس، نیازش اینه که شمر زمانت رو بشناسی، یزید زمانت رو بشناسی. شمر زمان امام حسین 1400 سال پیش مرد و رفت. یزید مرد و رفت. شمر زمان خودت رو دریاب، یزید زمان خودت رو دریاب. شمر زمان ما و یزید زمان ما کیه ای و الناس، ای جوانان روشن فکر، ای پدران روشن ضمیر، کیه شمر زمان ما؟ شمر زمان ما اون یهودی است که 8 ماه پیکره اسلام رو شبان روز هدف قرار میده،
هر روز در غزه و فلسطین یک کربلای تکرار میشه. به بلا، به قرآن، به اشد و بلا، به لا اله الا الله، فرد فرد ما مسلمان ها در قبال فلسطین مسئولیم. ما در قبال غزه مسئولیم، ما در قبال اون کودکایی که دل شب خیمه های نامورد هجوم و تهاجم اسرائیل قاصد قرار میگیرد، که رهبر حماس صدا زد ما امشب عاشورا رو در غزه تجربه کردیم، امروز ما کربلا رو در غزه تجربه کردیم. چرا؟ چون خیمه های ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو به آتش کشیدن. پس وظیفه ما به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک دانش آموز دانشگاه و مکتب امام حسین اینه که جوانان عزیز، پدران روشن ضمیر، شمر زمان و یزید زمانمون رو بشناسیم. شمر زمان ما یهودیت است، اسرائیل قاصب است، یزید زمان ما آمریکای جنایتکار است که حامی اسرائیل است. شما دل شب که خیمه های آوارگان رو در خان یونس به آتش کشیدن و زنده زنده کودکانی که میگفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، که در دل آتش سوختوندن. مردم یک کفتری از شما میموره و سر میبرن، هیچ وقت یادون نمیره. یکی از مجاهدین امارت اسلامی نقل میکرد، میگو ما رفتیم به خواجه عبدالله انصار، 20 تا کفتر بود، اینا رو سر بریدیم، دیدیم تمام اونایی که همونجی بی حساب و تنبلنگن، خادمن، اینا شروع کردن به گریه کردن. چرا گریه میکنی؟ میگو این 30 تا کفتر بیگناه رو شما سر بریدی، چرا؟ میگم بگفتم تعجب میکنم که تو بره سر بریدن یک کفتر گریه میکنی، ولی در روز صدها جوان، صدها پیر، صدها زن، صدها کودک در نوار غزه پرپر میشن، به خاک و خون میقلتن، از گرسنگی و تشنگی دارن جان میدن، دل شما تکون نمیخوره. بنی آدم اعضای یک دیگرن، ز آفرینش ز یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهن آدمی. چرا غزه را فراموش کردیم؟ 58 کشور اسلامی، بیش از 1.5 میلیارد مسلمان. خدا رحمت کند پیر جماران را، اگر هر مسلمان یک سطل آب بریزه اسرائیل رو سیل میبره. کجا یعنی مسلمان هایی که سطل آب رو بریزن تا اسرائیل قاسم رو آب ببره و مردم مظلوم غزه و مسلمان از این بدبختی و مصیبت نجات پیدا کنن؟ چرا؟ سوال جوانهای روشن ضمیر، پدران ما سنسفی، چرا یهودیت و اسرائیل به خود اجازه داده است با وجود 1.5 میلیارد مسلمان بر یک باریکی غزه که نیمی از هرات ما و شما نمیشه بتازد؟ 8 ماه بیش از 5 تا بمب اتم، یعنی به اندازه 5 بمب اتم در غزه زدن، اما هنوز مجاهدان سرفراز و سربلند غزه میگن لا اله الا الله محمد رسول الله. اگر میخواهیم به وظیفه شرعی و دینی خود عمل کنیم، نباید از غزه فراموش کنیم، نباید غفلت کنیم. اونا پاره های جگر مایند، پاره تن مایند. درسته ما و شما در آسایش و آرامش و امنیت به سر میبریم، اما نباید از مردم غزه فراموش کنیم. نکته آخر، چه کار میتونیم بکنیم؟ راه پیروزی بر یهودیت چیه؟ راهی که غزه رو نجات بدیم چیه؟ راهو و ابتسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو. باید از نفاق و تفرقه دوری کنیم.
پدران ما سنسفی نسل جوان عزیز، بدترین آفتی که بر پیکره جامعه اسلامی دامن زده از تفرقه و نفاق است. ما رو 58 کشور 58 پارچه کردن. یهود در کار دل ما رو سر مسلمان ها نکن. اگر ما وحدت و اخوت داشته باشیم، همین مردم هم مرغه است، همین مردم هم مرغه است. میگیر با آنها گفتم، در هر صحبت خو میگم، خدا رحمت کنه شهدای این دیار رو، خدا رحمت کنه شهدای این منطقه و همه بلاد اسلامی رو. شهید حاجی سلام خان، شهید حاجی اکرم، شهید حاجی خیرونبر، شهید میرزا رجب علی، اینا کیا بودن؟ خدا در این روز عظیم به ارواح همه اینا رحمت و برکات خود خور نازل کنه. اونا چه کار میکردن؟ اونا این رقم بودن، وحدت، انسجام، اخوت. این به یک دست بزنی بهتر یا به دو دست، کدوم قدرتمندتر؟ باید شیعه و سنی یک مشت بشن، بر دهان اسرائیل بکوبن تا دست از این جنایت بردارد. و الا تا زمانی که به طبل نفاق بکوبیم، سرنوشت ما همین است. امروز نوبت فلسطین، فردا نوبت لبنان، پس فردا نوبت عربستان هم می آید. از نیل تا بحر بنای اسرائیل است. پس لحاظ باید انسجام و وحدت داشته باشیم. از نرش آرام بخواه سیرا و سیرا
Mama
Sen.